چهارشنبه 16 فروردین زادروز حمیدرضا روحی از جانباختگان میهن بود. او در این روز تازه 20 ساله میشد. اما 27 آبان 1401 در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم ماموران سرکوب کشته شد. حمیدرضا روحی یکی از صدها شهروندی است که در جریان اعتراضات آزادیخواهانه کشته شدند و سازمان حقوق بشر ایران نام 537 تن را که بیشتر آنها در شهریور و مهر و آبان 401 جان باختند ثبت کرده است. شهر زیبا محله‌ای که خانواده روحی در آن زندگی می‌کند در زادروز 20 سالگی وی ملتهب بود. ماموران امنیتی تصاویر و تزییناتی را که در و دیوار خانه وی را پوشانده بود کندند و بردند. بر اساس گزارش‌ها امنیتی‌ها از حضور خانواده‌اش بر مزار وی در بهشت زهرا نیز جلوگیری کردند. اما از نخستین ساعات شامگاه چهارشنبه شعارهایی که در تمام روزهای اعتراضاتی که خود معترضان آن را انقلاب خواندند بار دیگر در غرب تهران فضا را پر کرد. مردم خانواده روحی را که یکی دیگر از پسران ایران را تقدیم آزادی میهن کرده تنها نگذاشتند. در این میان جمهوری اسلامی در حالی به خیال خود بساط اغتشاش را جمع کرده که مثل همیشه با سرکوب خونین آتش خشم و انزجار مردم را تنها به زیر خاکستر رانده است، بدون اینکه برای حل مشکلات مردم که خود نظام مهمترین آنهاست راهکاری عملی داشته باشد. در کجا دیده شده که مشکل بتواند خودش را حل کند و یا گره با گره باز شود؟ تحرکات منطقه‌ای رژیم نیست که بتواند با همکاری چین و روسیه روابط خود را با عربستان سعودی نه تنها به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بلکه به مثابه مهد و قبله جهان اسلام بهبود بخشد و شاید راه‌های باریکی را برای ورود ارز به کشور باز کند، تنها ممکن است التیامی بر زخم‌های عمیق خود نظام باشد و نه اینکه بتواند به خواست‌های حقوقی معترضان صنفی و شهروندانی پاسخ دهد که اساساً جمهوری اسلامی را به عنوان حکومتی نمی‌خواهند که آزادی و امنیت و رفاه را از آنها سلب و دریغ کرده است. این حکومت بیش از 4 دهه فرصت داشت تا با تکیه بر زیر ساخت‌های محکمی که پیش از انقلاب بنا شده بود و با استفاده از منابع عظیم اقتصادی، اعم از طبیعی و نیروی انسانی، سطح آزادی و امنیت و رفاه ملت و مملکت را ارتقا دهد. اما بنابر سرشت فرقه‌ای و ضد بشری خود همه این امکانات را صرف گروگانگیری و جنگ و سلطه‌جویی و صدور انقلاب و غارت منابع و تخریب محیط زیست و سرکوب بی امان دست کم 3 نسل از ایرانیان کرد. در این میان مخالفت و مقاومتی که در برابر این فاشیسم مذهبی شکل گرفت موازی با ناتوانی و ناکارآمدی مزمن رژیم توانمند و کارآمد شد، اگرچه هر بار حکومت با کابوس سرنگونی به سرکوب خونین پرداخت و خود را تضعیف و منفورتر از پیش کرد. امروز اما آینده بیش از پیش روشن است. پیروزی ملت و انقلاب ملی برای آزادی.